سلام سهشنبه 26 شهریور 92 17 سپتامبر 2013 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول صحبت های آقای روحانی در جمع فرماندهان سپاه که ابعاد مختلفی داره و باستاب گسترده هم در رسانه های داخل و خارج از ایران داشته در این صحبت آقای روحانی از یک سو مطرح کرده که سپاه سیاست رو خوب بفهمه ولی وارد اون نشه به حرف آقای خمینی هم استناد کرده که سپاه بیرون از سیاست بیسته موضوعی که بعید هست از جانب سپاهی ها انجام بشه مطلب دیگه اینکه که آقای روحانی گفته سپاه چند پروژه بزرگ ملی رو به عهده بگیره یعنی اه به اونها آیا منظور آقای روحانی این است که محدود بشن به اون چند پروژه و دست از سر بقیه اقتصاد بردارن یا اینکه اضافه بر کارهایی که دستشونه چند تا پروژه بزرگ دیگر هم بهشون بدن بر صورت سپاه نه فقط از طریق ارگانهای رسمی مثل خاتم الانبیا و قرارگاه های قرب و این قبیل مؤسسات بلکه به شکل تعاونی های بازنشسته های سپاه اعضای اونها بیش از 1800 شرکت در خارج از ایران صدها شرکت داخل ایران در همه ابعاد اقتصاد ایران قاچاق مواد مخدر قاچاق کالا و غیر و بازارچه های مرزی و دهات کار دیگه حضور داره آقای روحانی در همین صحبت گفته سپاه جلوی قاچاق رو هم بگیره موضوعی که قانونا وظیفه سپاه هست ولی در عمل سالی 19 میلیارد دلار 20 میلیارد دلار کالای قاچاق از بالا سر گمرکات وارد کشور میشه که از غذا دست سپاه هم هست همچنین آقای روحانی خواسته که بخشی از بار دولت رو سپاه بر دوش بگیره نکته دیگه در صحبت آقای روحانی بوده که گفته من قبول ندارم سپاه رقیب بخش خصوصی نیست موضوعی که عجیب به نظر میرسه آقای متحری بلا فاصله به بعد از صحبت آقای روحانی نوشته ای رو منتشر کرد که در اون مطرح کرده در این یاد داشت که از آقای روحانی انتظار سراحت بیشتر داشتیم متحری گفته بعید است روحانی نداند که سپاه رقیب بخش خصوصی و مردم هست در همین صحبت آقای روحانی وضعیت کشور را هم گفته ما کشوری بودیم که دونیم میلیون بشک نفت در روز صادر می کردیم اما الان رسیده به کمتر از یک میلیون بشکه و اون هم در سالی که باید نیم میلیون تن گندم وارد کشور بکنیم ارقام اعدادی که قبلا گفته شده بود ولی با اظهار رئیس دولت تایید میشه بر حال مسئله سپاه یکی از حساسترین مسائل هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی و هم اجتماعی حال حاضر ایران در سیاست داخلی در سیاست خارجی و مطرح کردن با اون کشتی گرفتن با اون و کشور را زیر چنگ و بال اونها بیرون آوردن موضوع حساسی است که اگر اتفاق نیفته مشکلات کشور حل نمیشه و برای نجات کشور از دست این سازمان بزرگ عجیب و غریب هم چاره جز توسط به مردم و حرکتی بزرگ و چندین جانبه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ نیست آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه هم روزنامه اعتماد به سراغش رفته و خبرنگار اعتماد او رو زیر سوال گرفته که سپاه کارهای بزرگ رو میگیره تکه تکه میکنه به پیمانکارهای کوچکتر میده اونها هم میدن و چندین دست میچرخه گاهی از قراری که گفته میشه یک کار به پیمانکار رده چهارم میرسه تازه به اجرا در میاد حال آقای رمضان شریف ادعای عجیبی رو که یک بار دیگه هم کرده بود تکرار کرده و گفته که رقبای ما ملی مذهبی ها هستند که کارهای خیلی بزرگ گرفتن از ایشون خواست که اسم چند تاشون رو منتشر بکنه بندگان خدا کسانی که اکثرشون هم یا زندانن یا در سنین بسیار پیری قرار دارن نکته دوم این که آقای احمد توکلی مطرح کرده که حساب ذخیره ارزی جارو شده و در آن چیزی موجود نیست این فرق داره با ذخایر ارزی کشور حساب ذخیره ارزی حسابی بوده که قرار بوده ما به تفاوت پول نفت نسبت به آنچه که در بودجه پیش بینی شده به اون حساب ریخته بشه در زمانی که قیمت نفت بالاتر میره بر حال مدت هاست که این حساب رو دولت تخلیه کرده و چیزی در اون باقی نگذاشته آقای توکلی همینطور گفته در پایان سال 91 سال گذشته دولت دویست و هفتاد و هشت هزار میلیارد تومن به بانک ها و مؤسسات بدهکار این غیر از بدهی های گوش و کناری است که داره پیدا میشه و غیر از بدهی است که دولت به پیمانکارا داره بنابراین اون عدد 500 هزار میلیارد تومانی آقای رفسنجانی در, در مورد بدهی های دولت درست اخیرا سررسید پاره از اوراق مشارکتی که دولت فروخته به مردم با بهره های ب پنج گاهی تا 20 درصد و پول گرفته که پروژه اجرا کنه سر رسیده و دولت نداره بده برآورد میشه مجموع اوراق مشارکت بین و بهره های اونها حدود 32 هزار میلیارد تومان باشه یکی از نمایندگان مجلس آقای علی زنجانی که عضو کمیسیون و تحقیق و تفحص از سازمان تأمین هم بوده مطرح کرده که در سرقت 20 هزار برگ پرونده تحقیق و تفحص یکی از نمایندگان مجلس هم دست داشته که اسم اون رو به آقای لاریجانی هم دادن تجمع شست کارگر بازنشسته فولاد سنایه فولاد جلوی مجلس برای چند دومین باره سه ماه مستمری از صندوق بازنشستگی فولاد این کارگران نگرفتند و این مشکل صندوق فولاد مشکل بزرگی است که بیش از این هم پیش از این و بیش از این هم دردسرزا خواهد بود 800 کارگر قراردادی و رسمی شرکت کشتی صنایع دریایی ایران صد راهم هم تا آخر شهری ور ماه اخراج میشه شرکتی که به سپاه وصل بوده و همون سپاهی که میلیاردها پول کشور رو گرفته ولی کارخانجاتی هم که تصاحب کرده نمیتواند اداره کنه و با مشکل مواجه شدن این کارگرها که در آستانه اخراج قرار گرفتن از دو سال تا بیست سال سابقه کار دارن دولت برنامه هشت ای رو هم به ابلاغ کرده که تحرکی به وضع اقتصادی بده ماده اول این هشت ماده میگه بانک ها به جای 130 درصد برای گشایش اعتبار از شرکت ها و های تولیدی فقط 30 درصد بگیرن موضوعی که البته معلوم نیست بانک ها توان اجراش رو داشته باشند ولی اگر اجرا بشه کمک بزرگی به حل مشکل نقدینگی صنایع بزرگ خواهد بود نکته سوم اینکه آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم خبر داده از اینکه مجوز بازگشت به تحصیل تعدادی از دانشجویان ستاره دار صادر شده او گفته که شکایات زیادی آمده که در حال رسیدگی و بازگشت به تحصیل هستیم مریم شفیپور دانشجوی فعال زندانی امروز که خانوادش دیروز که خانوادش برای ملاقات رفتند گفته شده که به بیمارستان منتقل شده ولی نگفتند چه بیمارستانی و چرا و اسباب دلواپسی همه رو فراهم کردند. یکی از مسئولین وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در ایران بیش از پنجاه هزار نفر به بیماری ایدز مبتلا هستند که خودشون هم خبر ندارند اصلی ترین عامل هم سرنگ یا آلوده در میانه معتادین نکته چهارم اینکه که آقای موسویان که قبلا جزو تیم مذاکره کننده هسته ای بود در سایت ایران دیپلماسی خبر داد از اینکه آقای خامنه ای مجوز مذاکره مستقیم با آمریکا رو به آقای روحانی داده و فرصت مختنمی است برای حل مشکل هسته ای البته آقای خامنه ای مجوز ارتباط عادی کردن روابط با آمریکا رو صادر نکرد. روزنامه یک گاردین خبر داده بود از اینکه قرار است آقای اوباما و روحانی اتفاقی در صحنه سازمان ملل همدیگر رو ببینند و صحبت بکنند اما سخنگوی کاخ سفید این خبر رو تکذیب کرده و گفته چون این چیزی در دستور کار آقای اوباما نیست یک دادگاه اروپایی هم بر اساس شکایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بعد از چند ماه رسیدگی دستور لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی و 17 شرکت دیگر صادر کرده حالا اتحادیه اروپا دو ماه وقت داره اسناد خودش رو به دادگاه تجدید نظر بده که چرا این شرکت ها رو مشمول تحریم کرده برای مشارکتشون در پروژه هسته‌ای ایران نکته پنجمی که بازستان سازمان ملل گزارششون رو منتشر کردن تاکید کردن که گاز سارین استفاده شده و سه نکته گذاشتن که نشون میده دولت اسد این کار رو کرده یکی اینکه نوع گازی که مصرف شده فقط دولت سوریه داشته دیگه اینکه که نوع راکت هایی که اون رو منتقل کردند هم مخصوص ارتش سوریه بوده و حداقل یکی از راکت ها هم از سمتی شلیک شده که ارتش سوریه در اونجا قرار داشته این گزارش تقریبا جای شبهی نمیگذاره از اینکه دولت سوریه این جنایت رو مرتکب شده اما نکته آخر اینکه سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه بعد از اینکه حالا حمله به سوریه منتفی شده خط و نشون کشیده که اگر آمریکا به سوریه حمله کنه سپاه به وظیفه خودش عمل میکنه فرمانده هوافضای سپاه هم عنوان فرمودند که بسیجی های حزب اللهی در ساحل مدیترانه همین الان با استکبار جهانی مبارزه میکنند همه این همه تکذیب کردند حتی فیلم موجود رو هم تکذیب میکنند این جناب ظاهرا گرم شده و نفهمیده که داره تایید میکنند که کی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی